زمستان های سخت و طولانی که برف راه‌های روستا به شهر را می‌بست، خانه ما درمانگاه بچه های بیمار می‌شد. مادر بزرگ من پزشک سنتی روستا بود. من که 8 سال داشتم بر دستش بودم. گاهی مجبور می‌شدم با گفتن قصه هایی که از خودم می‌ساختم سر بچه ها را گرم کنم تا دارو اثر کند. من هوشنگ مرادی کرمانی هستم و این درس قصه نویسی در صفحه 9 است. شما باید راوی خوبی باشین و قصه خوب و شیرینی تو ذهنتون داشته باشین. اینو داشته باشین کار تموم. چه چیزی رو بنویسیم معلوم میشه که ما نویسنده هستیم. حسمون چی میگه؟ من به هیچ عنوان به اعتقاد به ایده خوب و ایده بد ندارم. هر داستانی مثل یک خونه میمونه. ببینیم که چجوری میخوام وارد یک خونه بشیم. تمام داستانهای دنیا یک پا در واقعیت داره، یک پا در تخیل داره. چیزی که عوام بفهمن و خواص بپسندن اونو. نویسنده کجا باید قلم زمین بذاره و دیگه این کار نکنه؟ اونجایی هست که تعجبهاش از بین رفته. کاری که میکنین اول از زندگی خودتون شروع کنین، از بدن خودتون شروع کنین. اثر ادبی مثل میوه میمونه، سیب و گلابی یا هر چیز دیگه. از کارگردان میفته و شروع میکنین کار کردن، در حقیقت از اون مربا میسازه. ببینم راستی راستی برم مغزم خوبه یا نه؟ بس همون ملخا بخور دیگه نشی منو نیا. من در خط زدن قصه، در پاره کردن نوشته ها بیداد میکنم. برای همینم هست که حاصل بیش از 60 سال نوشتن 15-16 تا کتاب هست. این صفحه سفید همه کس من هست. واقعا دوست نداشتم کسی یه بشم، میخواستم خودم باشم. وقتی خودتون هستین همه کس هستین.